الان من دانیال هستم، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. حتما کامنت سابسکرایب کنید، در موبایل سابسکرایب بزنید، لایکاتون نرو بکنید ویدیو رو و حتما اینستاگرام منم فالو کنید و تا آخر ویدیو حتما ببینید. امروز اومدیم با جوایز شهاب حسینی. من بیوگرافی شهاب حسینی هم درست کردم، حتما اونم برید ببینید. من بیوگرافی مهران مدیری و جواد عزتی هم درست کردم، اونم برید ببینید. حتما جوایز مهران مدیری هم واسه درست میکنم. بی وقت برید سراغ ویدیو. شهاب حسینی برنده نشان شوالیه کشور فرانسه در سال 2020 میشه. 2. او برنده مدال طلایی بهترین دستاورد هنری از دانشگاه ALU کالیفرنیا برای نمایش اعتراف در سال 2017 میشه. 3. او برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره خانه سینما برای بازی در فیلم فروشنده در سال 1396 میشه. 4. او در سال 1396 برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در جشن حافظ برای بازی در فیلم فروشنده میشه. 5. برنده جایزه ویژه و تندیس دیپلم افتخاری بهترین بازیگر مرد در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت برای بازی در سریال شوق پرواز 1395 میشه. 6. او در سال 1395 برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره مردمی فیلم و عکس چلچراغ برای بازی در فیلم دلشکسته میشه. 7. شهاب حسینی در سال 1395 نامزد تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد درام تلویزیونی جشن دنیای تصویر برای بازی در سریال شهرزاد میشه. 8. برنده جایزه بهترین کارگردان از جشنواره فیلم اکشن آن فیلم آمریکایی برای کارگردانی ساکن طبقه وسط در سال 2016 میشه. 9. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم اکشن آن فیلم آمریکایی برای بازی در فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند 2016 میشه. 10. او در سال 2016 برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن برای بازی در فیلم فروشنده میشه. 11. او برنده تندیس زرین و دیپلم افتخاری بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره بین المللی فیلم شهر برای بازی در فیلم تعبیر خواب 1394 میکشه. 12. او در سال 1393 نامزد سیمرغ بودورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم دوران عاشقی میشه. 13. او برنده جایزه ویژه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم لیسون بون برای بازی در فیلم حوزه نقاشی در سال 2014 میشه. 14. او در سال 1393 نامزد تندیس شایستگی بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن خانه سینمای برای بازی در فیلم حوزه نقاشی میشه. 15. برنده دیپلم افتخاری بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای بازی در فیلم حوزه نقاشی در سال 1392 میشه. 16. شهاب حسینی در سال 2013 برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره بین المللی فیلم و تلویزیونی دتکوتیو فست برای بازی در فیلم تعبیر خواب میشه. 17. نامزد تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره بین المللی فیلم یاس برای بازی در فیلم تعبیر خواب 1392 میشه. 18. نامزد سروزرین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره جام جم برای بازی در فیلم تعبیر خواب در سال 1392 میشه. 19. او در سال 1392 نامزد تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره میلاد سرخ برای بازی در فیلم تعبیر خواب میشه. 20. برنده دیپلم افتخاری جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای بازی در فیلم حوزه نقاشی در سال 1392 میشه. 21. برنده تندیس یاس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره بین المللی فیلم یاس برای بازی در فیلم تنهایی در سال 1391 میشه. 22. او در سال 2012 نامزد جایزه ICS بهترین بازیگر نقش مکمل مرد انجمن بین المللی سینه فیلم برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین میشه. 23. نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد انجمن فیلم مستقل کلوتروتیس برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین در سال 2012 میشه. 24. برنده تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشن خانه سینما برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین در سال 1390 میشه. 25. او در سال 2011 برنده خرس نقره‌ای جشنواره بین‌المللی فیلم
برلین بهترین گروه بازیگران مرد برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین میشه. 26. او در سال 1390 برنده لوح سپاس و تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین میشه. 27. شهاب حسینی در سال 1389 برنده دیپلم افتخاری بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین میشه. 28. برنده تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد جشن دنیای تصویر برای بازی در فیلم های سوپر استار و درباره الی در سال 1389 میشه. او برنده لوح سپاس و تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای بازی فیلم پرسه در مه در سال 1389 میشه. 30. او برنده تندیس شایستگی بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن خانه سینما برای فیلم های پرسه در مه و درباره الی در سال 1389 میشه. 31. او برنده دیپلم افتخاری بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین در سال 1389 میشه. 32. او در سال 1388 نامزد لوح سپاس و تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای بازی در فیلم درباره الی و سوپر استار میشه. 33. او برنده دیپلم افتخاری بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم درباره الی در سال 1387 میشه. 34. شهاب حسینی در سال 1387 برنده دیپلم افتخاری بهترین بازیگر نقش اول مرد در 26مین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم محیا میشه. 35. برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم سوپر استار در سال 1387 میشه. 36. او در سال 1383 نامزد تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره خانه سینما برای بازی در فیلم شمعی در باد میشه. 37. نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم رستگار در 8 و 20 دقیقه در سال 1383 میشه. 38. نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم شمعی در باد در سال 1382 میشه. 39. او نامزد تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره خانه سینما برای بازی در فیلم واکنش پنجم در سال 1382 میشه. ممنون که این ویدیو رو دیدین، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله هاشم بزنید، لایکتون نرو کنید ویدیو رو و حتما ویدیوهای قبلی ما رو ببینید و اینستاگرام ما رو حتما فالو کنید و من بیوگرافی شهاب حسینی هم درست کردم، اونم برید ببینید. خدا نگهدار.